یکی از قلقای کارم رو میخوام بهتون بگم. یه مقدار دید چون پر از مواده. من یه کوچولو بخورم. سلام عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز. امروز کرفسپرو براتون دارم. یه غذای گیاهی خوشمزه، مقوی و سالم. البته خب اونایی که تو رژیمن برنجش یه مقداری چاق کننده است. ولی به غیر از برنجش همه چیزاش سالم و هلتیه. بریم سراغ مواد اولیه. کرفس داریم، من یه دسته گرفتم اما همه رو نمیخوام استفاده کنم، ولی سبزیاشو نیاز دارم که بچینم. ولی برای استفاده کردن این غذا سه تا از شاخه هاش بسته، اما سبزی یه کرفس، یه بوته کرفس رو نیاز داریم. برنج دو پیمونه استکانی من ریختم، پیمونه یه پلوپزی نیستش، دو تا پیمونه استکانیه. و دو تا دونه پیاز داریم، دو تا دونه هویج داریم، فلفل دلمه داریم، قارچ به اندازه‌ای که دوست دارید، اما قارچ‌های دکمه‌ای ریز بگیرید. نخود فرنگی من کنسرویشو گرفتم، تو انتها اضافه میکنم که له نشه. پودر لیمو، پودر تخم گیشنیز، فلفل قرمز، ادویه کاری و نمک پایه اصلی همه غذاها. خب اولین کاری که میکنم، نیاز دارم که سه تا از این ساقه ها رو داشته باشم. اینجوری برمیگردونم و نخشو ازش جدا میکنم. نخش خب این از این و سبزی ها رو هم به این شکل جدا میکنم. میبینید سبزی ها رو، این از این مرحله میرم تمام اینا رو جدا میکنم و خردش میکنم و سایز خرد کردنش رو بهتون نشون میدم. اینم از سبزیام. این چاقو هم که میبینید تو دستمه، تو وبسایت هم هست مخصوص خرد کردن سبزیجات. البته هر چیزی رو باهاش میتونید خرد کنید، به خاطر بلند بودن تیغه قدرت مانور بیشتری روی تخت کار دارید و کمک زیادی بهتون میکنه. این از این ساقه یه بوته کرفس رو خرد کردم. این هم کل کرفسایی که ما نیاز داریم برای این غذا داشته باشیم. خب حالا کاری که میکنم، کرفسامو اوسط یه برش میزنم و میام اینجا به صورت کج، شیبشم زیاد نباشه، اینها این اندازه، همه رو به این شکل خرد میکنم. ببینید برای اینکه شکل و شمایل خوبی داخل غذا داشته باشه. این از این، اینایی هم که میبینید اینجوریه کوچیکه، اینا رو میتونید به همین شکل این شکلی بزنید، اما اونایی که پهنه رو حتما نازکش کنید که مثل خورشتی کرفس نشه. این از این تا این مرحله. بذارید کرفس ها رو بذارم کنار، خرد کردنش هم کاری نداره. میایم سراغ فلفل. فلفل سعی کنید که قرمز استفاده کنید، طعم و مزهش خیلی متفاوته با فلفل دلمه سبز. از منم خیلی سوال میکنید وقتی که اینا انتخاب میشه، اگه فلفل سبز بود اصلا طعم و عطرش به همه اینا غالب میشد، اما قرمز خیلی متفاوته و عطر شیرینی داره. خب اینم از فلفل دلمه هامون. فلفل دلمه ها رو هم به این اندازه خرد میکنیم. هویجم بده بیا. هویج، هویجم اینجوری هم وسط همیشه من خردش میکنم و چاقو اگه تیز باشه اتو دستتون در نمیره. چاقو ژاپنی خوراک خرد کردنه. اینم به صورت مکعبای ریز هویجمونم خرد میکنیم. دو تا هویج براش کفایت میکنه، اما قارچمونو خرد نمیکنیم. این از این بذارم کنار و پیازم بیارم دیگه خرد کردنشو بگم و جمع بکنم. پیازمونم به این شکل نیمه خلالیش میکنم، یعنی اوسط پیازو نصف میکنم و به صورت نواره باری درش میارم به این شکل. خب تا دستمون رو نبریدیم دیگه تمومش بکنیم. این هم از این، همه چیز آماده شد دیگه، باقیش رو میریم پای گاز و بهتون نشون. تمام مواد رو همه رو با هم دیگه تو ظرف توی مایتاب هم ریختم و سرخ میکنم. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که دمای پخت اینا با هم دیگه فرق میکنه، اما قراره ما فقط تف بدیم که اینا نرم بشه و به اون جایی که ما میخوایم برسه. وقتی که برنج رو اضافه کردیم دیگه
کاملا پخته باشه. برف مهم نیستش که شما چی کار میکنی، اما حرارت گاز خیلی مهمه، باید ملایم رو به بالا باشه، آروم آروم. ما نمیخوایم سرخ کردنی درست کنیم، چیزی رو سرخ بکنیم، فقط میخوایم بپزیمش و نرم بشه. حالا تو همین مرحله ادویه ها رو هم بهش اضافه میکنیم. این پودر لیمو امانیه، تقریبا یه قاشق چایخوری فرخالی، فلفل قرمز، حتی فلفل هم خیلی تنده، نوک قاشق چایخوری، پودر کاری یک قاشق چایخوری. البته اینا جلوی دوربین بزرگ نشون میده، شاید ملاقه میاد، ولی چایخوری استاندارده. تخم گیشنی یک قاشق و نمک هم به میزان لازم، من به میزان لازم چشمی براش ریختم، اگه کم بود بعدن اضافه میکنم. حالا به مدت 7-8 دقیقه اینا رو تفت میدم و دوباره نتیجه کار رو بهتون نشون میدم. به این مرحله که رسیدیم قارچا رو هم اضافه میکنیم، یه تفت میدیم. ببینید من روغن آنچنانی هم ندارم، یه غذای سالمه، با روغن زیاد تبدیل به یه غذای ناسالم نکنیمش. این هم چون دیگه جب و جب دارش کباب بگیسیم باش میکنم، خب این از این پارچارم میذاریم یه تفت بخوره با موادمون و یه مقداری رنگش تغییر بکنه و نرم بشه. یه مقدارم نمک توی این مرحله دوباره اضافه میکنم، اما نخود فرنگی مونده. زمانی که خواستم برنج رو دم بذارم تو مرحله آخر نخود فرنگی من چون کنسروی پخته شده است بهش اضافه میکنم. پارچام اضافه شد، نگاه کنید پارچام نرم شد، سایزش کوچیک‌تر شد، رنگش تغییر کرد. برنجم تو این مرحله اضافه میکنم، اما برنجم با موادمون یکی دو دقیقه ترکیبش میکنیم و بعد آب 100% جوش رو بهش اضافه میکنیم برای این که بتونیم یه برنج خوب داشته باشیم. اینم از این همش میزنم و برمیگردم. مادرها برای بچه هاشون تعریف کنن که این غذا ابتکاری جواد جوادی، یه غذا سالم و خوشمزه، اگه بخورید نمیتونید دیگه طعمش رو فراموش بکنید. آبمون هم جوشونه، آبو بیارم بذارم کنار، همه چی شکر. اینم از این. ببینید وقتی که برنج ترکیب کردم با مواد به این مرحله رسید. الان ترکیب کنیم برنجمون خورد نمیشه، ولی بعدا اگه ترکیب کنیم برنجمون خورد میشه. نخود فرنگی رو تو این مرحله بهش اضافه میکنم. این از این. اما آب در مورد آب خیلی مهمه، این برنج پر مواد، به خاطر همین خیلی زود یک دوسته خمیر میشه. این از این. ببینید چی شد، تقرارم چیز میکنه تم رنگ عطرشو میبینه. حالا آب فقط به اندازه نیم بند انگشت بهش اضافه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی روی سطح کارمونو نیم بند انگشت آب پر بکنه. این از این. یه مقدار دیگه هم آب میخوام بهش اضافه میکنم و حالا زمانی که آبش کشیده شد جمعش میکنم به کناره ها و دمکنی رو براش میذارم. این از این. آب برنجمون، آبی که ریخته بودم خوش شد و برنج رو میارم به کناره ها، بغلاش رو باز میکنم به این شکل. این کار باعث میشه که هم خمیر نشه و هم برنج بهتری داشته باشید کناره هایی که جمع کنید. برنج هم ببینید، میبینید وقتی که آماده میشه یه ترکایی روی برنج میخوره، یعنی آب و من درست ریختم و راهو تا اینجا درست رفتم. کتست درسته که این کتست نادم کردنش، ولی مثل آبکش دون در مون. حالا دیگه درشو میبندم و با شعله خیلی کم میذارم تا حسابی بپزه. یکی از قلقای کارم رو میخوام بهتون بگم. یه مقدار که غذاها مختلف میشه و هی تونتون میچشید دیگه حس چشاییتون کار نمیکنه یا فریبتون میده. از اول غذا هی دارید میچشید، میخواید نمکش رو امتحان کنید، فلفلش رو، چندین بار که این کارو میکنید کل طعمی که احساس میکنید یکیه. اما باید یاد بگیرید که
اینجوری بخار رو میزنید، از بخار غذا هم میتونید احساس بکنید که اون غذا چه وضعیتی داره. همش نباید بچشید. غذا تمامش با چشیدن نیست. بعضی از قسمتاش با نگاه کردنه، بعضی قسمت‌ها با لمس کردنه، بعضی قسمت‌ها با چشیدنه. باید همزمان تمام حواستون به غذا باشه و همه حواساتون با همدیگه بتونن کار بکنن تا یه غذا خوب خلق بکنید. این غذا خیلی مشتی شده. حالا ما عکس هم نگرفتیم، اما برنجش دونه دونه نگاه کنید. برنجش دونه دونه و خمیرم نیستش. غذا خوشمزه. یه آب کم بریزید چون پر از مواده. من یه کوچولو بخورم. با هیچ غذایی به عنوان یک کسی که کار طعم‌سازی میکنم اصلا نظر بخوام بدم، با هیچ غذایی نمیتونم مقایسش بکنم. نه طعم قرمه سبزی میده، نه طعم خورشت کرفس میده. امضای خودشو داره این غذا. دوستان هم امضای شما پای این غذا باشه، حتما درستش بکنید. دوستتون دارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. لینک خرید چاقو هم همین پایین تو دیسکریپشن میذارم. دوباره به سراسر دنیا داریم چاقو پست میکنیم. وضعیت کرونا وایروس تو ملبورن بهتر شده و میتونیم محصولاتمون رو به همه جا بفرستیم. دوستتون دارم. دمتون گرم. خدایا رو نگهدارتون.